اینا هر کدوم میرن شما میدونید درست گفتی چه باستابی داره. من از اینجا میرم، میرم ایتالیا یه مصاحبه میکنم، همه میخونم. اینجا میرم، میرم پرتغال یه مصاحبه میکنم، همه میخونم. بلموسم میرم بلژیک یه مصاحبه میکنم، همه میخونم. آخه یکی دو تا آقای رنجبران شما شاید ندونی، من به شما بگم ما 200 خورده پرونده تو فیفا داریم. اصلا فیفا رسیدگی نمیکنه، هر کی مقابل ما وایسه رأی میده به اون. میگه این بررسی کردن مال کیه؟ یه جاییه که در طول سال یه پرونده میاد، نه 200 تا پرونده ما تو فیفا داریم، شکایت از بازیکن و مدیر و داور همه. شما نگاه کن بلموس آوردی قرارداد بستی، آقا این قرارداد چرا شل بستی؟ ما هم قرارداد بستیم، اونم بعد از قصه کیروش. اصلا قرار نبود دیگه این اتفاقات بیفته. شما قرارداد میبنده میره اونجا هم شکایت میکنه میگیره. همین هم آقای مربی استقلال، این اومده مردم خوشحال کرده، مردم رو جمع کرده، حالا خدا شاهده داره دلسوزی میکنه. تحت اون فشارا بوده، نرفته، نتونستیم پولشو بدی، چه توجیهاتی داری؟ من برادرم الان تو بازار داره کار میکنه، به پیغمبر به پیغمبر برن الان من گفتم مسئولین درارن. یه دونه از حقوق دلار 4200 استفاده نمیکنه، جنس هم داره خارج میاره، برای خودش اعتباریه در بازار، از جاهای مختلف نسبت به اون جنسش میاره. چجوری داره کار میکنه؟ من یک قرون دوزاره میلیارد تومنی میریزه به حساب اونا از طریق صراف. شما نمیتونی پول اینا رو بدین؟ آقا خب برین، چقدر این مملکت باید جور شما رو بکشه؟ کسی هم نیست که آقا بیاد این کار بگیره، بگه آقا برای چی این همه اتفاق میفته؟ به خدا مسئولین ورزش از اتاقشون بیرون نمیان، وقت هم به کسی نمیدن که ببینن چه خبره. آقای رنجبران من دلم میسوزه، الان به خدا ضربان قلبم تغییر کرد. پخش کن اینطور، شما 38 تا دوپینگی داری تو یه سال تو فوتبال؟ تو ورزش فوتبال هم ها 38 تا. الان به نظرتون تیم ملی چی میشه سرانجامش؟ اینا چی آقا؟ شما هیچ راهی نداری. اون زودتر رفته نامش نوشته، وکیلاش هم فرستاده. شما میتونی دراری از فوتبال. آقای رنجبران الان میشنون همه صدای ما رو، خدا شاهده آقای مهرعلی زاده بیاد تو برنامه شما بگه، آقای افشارزاده از کمیته ملی المپیک، من 4 سال خورده رئیس فدراسیون بودم، یک قرون از کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نگرفتم. بیلان سالانه که میدادن جلوی فدراسیون فوتبال مینوشتن صفر، یک قرون 5,600,000,000 هم گذاشتم تو فدراسیون فوتبال رفتم. بهش گفته بودیم از رو کلاه بچه هم پول داره بودن. آره در می آوردم به راحتی از رو جورا. من اولین قرارداد تو فوتبال ایران رو بستم 1,310,000,000 که رو سینمون بزنیم ایرانول. همه مونده بودن، 50,000,000 بود پیرن تیم ملی، ما بستیم 1,310,000,000. چرا نمیشه در آورد؟ به راحتی میشه. حتی تو همین شرایط تحریم؟ همین تحریم خدا شاهده. حالا این جالبه، در مورد پوما شما چجوری تونستین؟ چون مثلا آدیداس رو نتونستن، یعنی برای چیزی درستی قرارداد ببندن دیگه. این پوما چجوری شکل گرفت؟ خدا شاهده میگن که یه نفر اونجا بوده کارسازی کرده، درسته؟ اصلا ابدا خدا شاهده. اسم ببرم برای شما، من پسر آقای رفیق دوست آورده بودم، کار خارج از ایران ما رو انجام میداد، تو این کارم تبحر داشت. رفت پوما رو آورد در لندن، ما تو کمپ تیم ملی انگلستان بودیم. یادم میفته تیم ملی چی بود، خدا شاهده کجا میرم. توی کمپ تیم ملی انگلستان رو برای ما گرفته بودن که ما اونجا ست بازی کنیم، که اولین بازی کردیم، دومین بازی قطعا شما میدونید دیگه، اون بمبار رو گذاشتن و تخریب شد در انگلستان لندن دیگه. قرارداد ما پولمون همه رو گرفتیم، گفتیم ما اومدیم بازی کنیم، پول ما رو بدین، همه رو گرفتیم اومدیم. بعدش
نماینده پوما اومد اونجا تو کمپ ما، گفت من اینقدر به شما میدم، قرارداد من 800 میلیون ما گفتیم میگیری، که میشد اون موقع هم همون 800 هزار دلار، دلار 900 هزار تومان نبود. گفت باشه، با ما همونجا قرارداد امضا کرد، خدا شاهد 300 میلیونشو به ما الوسه بده 13 سال پیش، 500 میلیون نقد بده. اومدیم قرارداد بستیم و خودش هم رفت تمام لباسای ما رو زد و شیر اینجا ایرانول ایران. به راحتی من توی مصاحبه تلویزیونی هم بود، گفتم تحریم خودتونی، به قرآن آمریکا درجه پنجمه دیگه، پس قرآن بالاتره، تحریم خودمونی، ضعیفی نمیگیم تحریم. یه جریانی بود، ما میخواستیم بریم کرواسی، کرواسی به ما پول خوبی میداد، تیم سوم دنیا هم بود و اما دعوت کرد. خب ما هم تیممون رنکینگ 15 هم بود اون زمان، خیلی جاها رفتیم بازی کردیم، کره و انگلستان و آلمان آوردن اینجا، بله کرواسی بازی کردیم تو زمین خود کرواسی، جمعیت هم به وفور. ما گفته بودیم انقدر ما میدیم 50 تا بلیط هواپیما هتل 5 ستاره ما میاییم، کرواسی هم قبول کرد و آماده رفتن بودیم. آقای برانکو اومد پیش من، خب آقای دادگان گفتم چیه؟ گفتش که میشه یه تخفیفی به ما، خدا شاهده پول میگرفتیم میرفتیم بازی میکردیم، هر جا هر جا میرفتیم پول میگرفتیم، چون که اون رنکینگ فیفا ارزش تیمها رو هم مشخص میکنه، میگه تیم اول فیفا 800 هزار دلار تا 1 میلیون دلار میتونه بگیره هر جا بره، که امروز بلژیکه. برای ما که تیم 15 هم بودیم نوشته بود 100 تا 150 هزار دلار. ما این پول رو از کرواسی تقاضا کرده بودیم بگیریم، حتی رفتیم ایتالیا خدا شاهده بازی کنیم پول گرفتیم با تیم آسه روم، قرار داده که بستیم بودیم از آسه روم میگیریم، همه اینا رو میتونن بچه های فدراسیون دهرم بدن به شما. برانکو اومد تو اتاق من گفت آقای دادخان میشه یکم به کرواسی تخفیف بدیم، کشور منه و فلا اینا. گفتم آره چرا نمیشه، همین الان مامور مالی رو صدا میکنم اینقدر دلار از کرواسی نگیره. خوشحال شد مامور مالی اومد تو اتاق، گفتم اینقدر کرواسی نگیر ولی از حقوق برانکو کم کن بذار رو پول فدراسیون. یه دفعه گفت چرا من؟ گفتم چرا من؟ خدا شاهده همینجوری دروغ. گفتم چرا تو؟ تو داری به کشورت خدمت میکنی، حقوقت کم کن. من هم میخوام به خدمت کشورم خدمت کنم، اینقدر میگیرم. و صفر فاش دادم. گفت نه نه کرواسی بگیر. حالا میشنم بدی؟ آره خود شاهده صفر. گفتم یه قیادون، این حق ماست، ما تیم 15 همه دنیایی، اینقدر میتونیم بگیریم. تا گرفتیم.